بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداهم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام، وقتتون بخیر و افتخار داریم از اینکه بار دیگه از کربلای معلا و بهشت روی زمین در خدمت شما هستیم تا در این دهه زیارت اربعین، یعنی تو این ده روزی که مونده به زیارت اربعین، انشاءالله با حضور کارشناس عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام و مسلمین شیخ جعفر رفعتی به بحث خدمت و شوق خدمت بپردازیم. اجازه بفرمایید عرض سلام داشته باشم خدمت کارشناس عزیز و بعد از اون شلو به همراه ایشون آهسته آهسته طبق روال شبهای گذشته وارد بحث بشیم. حاجی رفعتی سلام عرض میکنم و وقتتون بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. عظم الله اجورنا و اجورکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. يا رب الحسين، بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة. خدا از همه زوار قبول کنه همه اونهایی که زائرن یا دلشون میخواد زائر باشن در پناه امام زمان محفوظ بده ان شاء الله. الله یامن. اگر اجازه بفرمایید از سلام هم بکنیم به نیابت از بیننده های عزیز و بعد ان شاء الله وارد بحث بشیم. بفرمایید. یا بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا ابا عبد الله صلی الله علیک یا ابا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله لعن الله من قتلك لعن الله من قتلك لعن الله من قتلك أنا إلى الله منهم بريء أنا إلى الله منهم بريء أنا إلى الله منهم بريء السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس لعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. السلام عليك وعلى أختك العقيلة زينب ورحمة الله وبركاته. بحث خادم و مخدوم، بحث عاشق و معشوق، بحث خدمت کردن و خدمت رساندن و زیارت کردن و عرض ادب کردن، اینها مباحثی هستش که بالاخره توی زیارت اربعین بالاخص خیلی خیلی بولد میشه و ای کاش این پررنگی اونها و بولد شدن اونها در طول سال ادامه پیدا بکنه. یک همچین حس و حالی حقیقتا الان که تازه 12 ماه سفر هست و هنوز تا روز خود اربعین مونده، این حس و حالی که داره به همون دست میده رو انشالله سعی بکنیم نگهش داریم، ذخیره بکنیم و در طول سال هم ازش بهره برداری بکنیم. یه مطلبی رو قبل از اینکه وارد بحث بشیم خدمت شما عزیزانی که الان توی خونه هاتون نشستید، امسال توفیق نشد به زیارت آقای امام حسین علیه السلام نائل بشید، مشرف بشید، در مشایع اربعین حرکت بکنید. من تقارن زیبایی میبینم با موضوع برنامه‌ای که
این در حقیقت در این دهه در خدمت شما هستیم. با اتفاقی که افتاده به هر حال بعضی از افراد ناخواسته مجبورن که توی خونه هاشون باشن، ولی عشق آقای امام حسین علیه السلام به راحتی بگم دیوونه‌شون کرده. شاید امسال قراره تو جرگه خادمان آقا امام حسین علیه السلام اسم شما نوشته بشه. شاید رسم و رسوم خدمت رو باید در حقیقت تمرین بکنیم امسال و اون عزیزان ببینن که اگر زیارت امام حسین علیه السلام به صورت فیزیکی به صورت حضوری نصیبشون نشد، ببینن تو جرگه خادمان کجا میتونن اسم خودشون رو ثبت بکنن. بریم که بحث امشب رو انشاءالله در خدمت حاجی رفعتی باشیم و ببینیم شوق خدمت ما رو به کجا میرسونه. در خدمت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با یه حدیث شروع بکنیم که رابطی باشه بین بحث دیشب و انشالله بحثی که امشب تقدیم کنیم. دیشب مقدار راجع به اربعین و زیارت اربعین و حال هوای خاص امسال و اینکه بالاخره اون ترسه نباید باشه و اگرم هست با ارزش تو این مسیر عرض میکنم و درخواست میکنم عزیزان حتما کتاب کامل و زیارات رو اگر ندارن تهیه بکنن، خصوصا اگر ترجمه فارسی داشته باشه، یا لااقل اگر نمیتونن از طریق اینترنت PDF یا بالاخره مراجعه بکنن، عنوان رو بدن. بحث مفصلی بزرگان علما راجع به زیارتی که با ترس میشه شده، ولی من یه چیز دیگه اضافه بکنم که این هم الحمدلله دیگران عزیزان تو این زمینه خیلی خوب کار کردن، ولی خب هر چی کار کنیم کمه، و اون اینه که تعداد زیادی روایات داریم که حتما همتون شنیدید راجع به ارتباط ملائکه با زوار امام حسین علیه السلام. ارتباط ملائکه با زوار امام حسین. اولا ببینیم ملائکه کیان. ملائکه موجوداتی هستن از نور که خدا آفریده. اینها لا یعصون الله ما امرهم، عقل محزن، مطیع محزن و مخلوقات مقرب خدا. اینها اجرا کننده دستورات خدا در هستی و در عالم هستند، اوامر خدا رو اجرا میکنند. تعدادشون مافوق تصور بشره، تو روایتیست از ذرات خاک بیشترن. در جاهای مختلف برنامه های مختلف اجرا میکنند. روز عاشوراشو حتما شنیدید که تعدادی از این ملائکه که در بعضی نقلها 3000 ملک داره اومدن برای یاری امام حسین علیه السلام، که شاید یک دونشون کفایت کنه برای یک لشکر و اینها کافی بودن که تمام لشکر دشمن رو از بین ببرن. حالا این در جای خودش انشالله مطالعه فرمودید میدونید. این ملائکه فرق زیادی با ما دارن. ما پشت این دیوار رو نمیتونیم ببینیم، اونها توانش رو دارن. ما محدودیم خیلی، اونها محدودیت های ما رو خیلی هاشو ندارن. ما ضعیفیم خیلی، اونا ضعفای ما رو خیلی هاشو ندارن. خدا اونها رو یک وجودات خاصی برای خدمت خلق فرموده. باز هم اگه کسی بخواد راجع به خلقت ملائکه معلومات جمع بکنه که خیلی به درد بخوره، میتونه به روایات مراجعه بکنه. قبل از اینکه ادامهش بدم توی پرانتز یادتون هست، شاید تو کلیپا دیدید، زمانی که اومدن به زیارت در بعد از سقوط صدام با سختی بوده، عده زیادی در کمین بودن و گاهی زوار رو با تیر تو مسیر می‌زدن، نه فقط اربعین، غیر اربعین هم همینطور مجموعه می‌شدن، یه ماشین جلو از ارتش، یه ماشین از پشت سر، اینها رو همراهی می‌کردن. به اصطلاح اینجا می‌گفتن حمایه یا اسکورتشون می‌کردن، اسکورت می‌کردن، باریکرد. شخصیت‌ها هم همینطور، شما دیدید که یک جایی می‌خوان به جای دیگه برن، یه تعدادی که اینها کارشون محافظت هست و تخصص این کار رو دارن، اینها همراهی میکنن. هرچی شخصیت مهمتر باشه و هرچی نیاز بیشتر باشه، اون حمایه و اون اسکورته قویتر و بیشتر و تخصصی تر خواهد بود. فکر نمیکنم تو عالم ما قویتر، بیننده تر، فهمیده تر، زیرک تر و چشمان دوربین تر از ملائکه داشته باشه. مجموعه‌ای که تو حمایه میان، توی اسکورت میان، معمولاً خیالشون راحته، خصوصا اگه این حمایه مجربم باشه. ما بارها عجایب از این حمایه دیدیم. بله، خیلی خیلی قوی کارشون رو انجام میدن. اون کسی که میخواد بیاد دیگه خیالش راحته. زمانهای قدیم که راه‌ها دوز زیاد داشت، بعضی از کشورهایی که کنترل کرده بودن
این کار انجام میدادن، بعضی هم لااقل تا اندازه که میتونستن کاروان ها رو 50 تا 50 تا، 40 تا 40 تا، 30 تا 30 تا، خصوصا این صحرای بین عراق و عربستان خیلی وسیعه و خیلی مورد حمله ها قرار میگرفته. اینها رو چیکار میکردن؟ همراهی میکردن یه تعداد زیادی ارتشی مسلح و اینا با خیلی راحت میرفتن. اگه یه کاروانی دیر میرسید میگفتن صبر بکنید 10 تا 15 تا کاروان بشید ما شما رو میبریم. حاضر بودن بمونن، سختی های اون نرسیدن به مقصد رو تحمل کنن برای اینکه با حمایه برن. این مقدمه رو، این مطلب رو تو پرانتز داشته باشید، چه آرامش این حمایه و این اسکورت میده. حالا اگه قرار شد این حمایه ملائکه باشه، روایت اینه متعدد وارد شده از معصومین علیه السلام با سندهای بسیار قوی و معتبر که زائر امام حسین علیه السلام وقتی از منزلش حرکت میکنه، نه فقط تو مسیر نجف، کربلا و بغداد و حله، نه، از منزلش حرکت میکنه به قصد زیارت امام حسین، خدا ملائک را، تعدادی از ملائک، این تعداد هم مختلفه، بعضی روایت تعداد نداره، بعضی ها داره 7 تا 7000 تا، کمتر بیشتر، برای یک دونه زائر حمایه میگذرن که یحفظونه، زائر رو حفظ بکنن از شر و شرور مختلف. و عجیبه، من یه زمان مثلا این روایت میخوندم خیلی نمیفهمیدم، ولی یه ذرهشو شاید بفهمیم. مثلا خطر انس، آدمایی که شر میرسونن میفهمیم، اینو دیدیمش دیگه قصه زیاد، او رو از شر انسانهای شرور حفظ میکنن. و جن، نمیدونیم جن چیکار میکنه، نمیدونیم مثلا منظور از جن چیه. یادم یه زمانی تو روایات بعضیا در توجیه روایات میگفتن مثلا چرا روایت میگه دستاتونو بشورید، چون در دست شما شیاطین جمع میشه و با این شستن، مثلا تعبیر شیاطین شده از چیزی که امروز بهش میگن میکروب و ویروس. این مال من نیست، ببینید مراجعه بکنید اهل تحقیق، ایده زیادشون مطلب رو گفتن. خب نمیشد تو روایت برای اونها بگن میکروب و ویروس و اینها، موجودات موذی، موجود ضرر رسان، یعنی شیاطین. تو روایتش اینطوره، شما رو حفظ میکنن این ملائکه از جن و انس و شیاطین. خب شیاطین هم از جنن دیگه، نیاز نبود بگن جن و انس، پیداست این نکته ای توش هست. یعنی میدونستن، معصوم میدونه چه اتفاقاتی، چه امتحاناتی در پیش هست. این ملائکه کارشون اینه که زائر امام حسین رو حفظ کنن. حالا یک کسی بیاد بگه پس این همه اتفاقاتی که برای زوار در مسیرها افتاده، زمان صدام دی زیادی کشته شدن، خیلی ها شهید شدن در مسیر زیارت امام حسین، الان هم ممکنه کسی، ممکنه امکانش کسی نفی نمی کنه، مریض بشه، اصلا تو خود بشه، پولش گم بشه، بله، بیفته زمین، اذیت بشه، بله، مریض بشه، در طول هم اتفاق ممکنه، بله، بیفته براش. اصلا تو خود این روایته داره، اگر این زائره با این وضعیت که حالا بقیه روایت رو میگم برگشت، تو بعضی از روایتش داره که اگر در همون روز از دنیا رفت، برگشت به اهلش رسید و همون روز از دنیا رفت. خب الان میدونن از دنیا رفتن سبب میخواد، تو نیست که یه دفعه بیفته و بمیره، یه سببی داره. خب اسباب مختلفی کشید که مریض شده، تو مسیر مریض شده، رسید به خونش و فوت باید. کرد، یا تا جمعه اول فوت کرد، محشور میشه با اولیاء خدا، در درجات شهدا در روز قیامت خواهد بود. بالاخره همون میمیریم، چه افتخاری بالاتر از این که من روسیه رو جز شهدا بنویسن. این هم مال خواسته، مال هر کس نیست، یعنی هنی انلی به کسی که تو مسیر زیارت امام حسین تو برگشت. حالا خب این اتفاق ممکنه بگه شما میگید هنی انم، خب ترس داره دیگه، میگیم خب این ترس اون کاروانایی که میرفتن حج، اگه کسی با ترس بره حجش باطل، اصلا نباید بره، میگفتن نه حمایه هست. خب حمایه بود اتفاق نمیافتاد، چرا؟ گاهی اوقات به همونام حمله میشد، اما خیلی کم بود، به حدی نبود که حج واجب را ساقط کنه. میلیون ها آدم میان به زیارت امام حسین، به خدا ملموسه، آدم احساس میکنه. دیشب هم یه اشاره شد و گفتم اگه کسی باور نداره باید بیاد تو این فضا قرار بگیره، ببینه آقا هیچ چیز اینجا رعایت نمیشه از این دستورات. به قول شما حالا قبل برنامه فرمودید دو نفر تو خیابون گرفتن دستشون این تعقیم رو به اصطلاح ماده زده، یعنی حالا رعایت نمیشه. چون سبحان الله واقعا چیزی که تو طول محرم و سفر امسال دیدیم، اصلا تعداد بیمارها کمتر شده، حالتهای شفا بیشتر شده، کشته ها و مرده های این ویروس کمتر شده، واقعا نیازی هم نیست که بخواد حالا قد رعایت کسی کو. واقعا شما چه اینم مثلا حضرت پیس پیسی هم بالاخره آره، والا حقیقتش اینه، بلوجدان آدم احساس میکنه که اینجا مأمونه، محفوظه، در امانه. این رو انسان با وجدانش احساس میکنه. دیدید یه وقت آدم مثلا یک حیوان مثلا عقربی ماری توی اتاق دیده، میترسه دیگه توی اتاق بخوابه.
میگن بابا گرفتیمش، کشتیمش یا ندیدیمش، اما یه هفته دیگه نیست. میترسه بعد یه هفته، بعد یه ماه ترسش کمتر میشه، بعد یک سال ترسش، ترس مشکه که کم کم از بین میره، اصلا یادش میره که اینطور بوده. یه کسی که برق گرفته، خب تا یه هفته ده روز دست به هر سیم جرد میبینه، سیم رو زمین افتاده باشه آره. اما کم کم براش عادی میشه. انسان به وجدان میرسه که بابا دیگه بی خود میترسی، دیگه چیزی نیست، دیگه هرچی بود از بین رفته. این انسان تو این مسیر احساس میکنه بابا آسمونیا هستن، دارن تو رو حفظ میکنن. ببین هیچ کسی هیچ اتفاقی براش نیفتاده، همه سالم به خونه هاشون برگشتن. ماه رجب کجا الان کجا، محرم کجا الان کجا. اگه قرار بود اتفاقی بیفته، کم کم اون آرامشه به قلب میرسه. بنابراین من استناد و استدلال نکردم به وجدان و به واقع، امشب استدلال کردیم به یک روایت و یک مجموعه روایاتی از معصومین علیهم السلام. حالا شاید من نمیفهمم، اهل فهم به ما راهنمایی بکنن چیه معنی این حدیث که شما در امان هستید از تمام بلاها، بلاها از جن و انس و شیاطین. این یعنی چی؟ یک دونه کلمه میکروب و ویروس و اینا خب نمیفهمیدن معناش رو. معناش همینه، یعنی انسان روایت کنار هم میگذاره، یعنی شما رو از ویروس حفظ میکنن. خب حالا یک کسی مریض بشه، خب اونم که مریض بشه مثل کسی است که تو حمایه میره و این اتفاق براش میفته. خدا مقدراتی داره، خدا حکمتش اقتضا میکنه که خلقش رو امتحان بکنه. بله من گفتم شما در امانید، اما میخوام ببینم تو این امتحان چیکار میکنی. یعنی چی تو این امتحان چیکار میکنی؟ آقا این طبیب طبیب حاذقیه، بارها امتحانش هم پس داده، اما یه بار یه مریضی میره پیشش و متاسفانه جواب نمیگیره. باید تمام اعتبار این طبیب رو ببریم. نه انسان معصومی که نیست، ممکنه تمام جوانب رو ندیده، ممکنه یه علتی داشته، اصلا ممکنه حکمت خدا اقتضا کرده دعوای شما درست بوده اما این عجلش رسیده باشه. تربت امام حسین عرض کردیم، خود حضرت فرمودن معصومی شفاء من کل دا، اما گاهی اوقات ممکنه مریض تربت امام حسین تو دهانش و از دنیا بره. یکی از علتش حکمتاش اینه، خدا میخواد او را و دیگران را. لذا خیلی از مطالب قشنگی که این ایام از اهل دل و ایمان شنیدیم این بود که هر اتفاقی برای ما بیفته در عقیده ما تزلزل ایجاد نمیشه. دیشب یه منظره دیدم خیلی دلم گرفت واقعا. میدونم همتون اهل ولا هستید و اهل معرفت و فهم و شما هم جای ما بودین، حالت پیدا میشد. اومد یه شخصی تا رسید نزدیک زره امام حسین، نزدیک زره که رسید خب جمعیت اونجا بیشتره، این ماسکشو ماسک میگن چی میگن کمان به قول عربا زد. گفتم یعنی تا اینجا رسیدی احتمال میدی کنار ذریح امام حسین؟ خب گناه که نکرده، اشکال هم نکرده، نداره به عقیده بعضی خیلی هم آدم فهمیده ای که این کار کرده. بحث فهمیده بودن و اینها نیست، بحث یه پله بالا طرف. شنیدید این جمله رو؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار، کارای خوب بعضیا پیش بعضیا بد حساب میشه. ما باورمون اینه که این ماسک زدن که پیش بعضیا خیلی کار خوبیه، یه جاهایی خوب نیست. کنار ذریح امام حسین، حالا علی حال این بحث رو ما گذرا و واگذار میکنیم، چون گفتم خدمتون میشه فایده ای نداره، یعنی نتیجه عملی باید وجدانن احساس بشه. این بحث برمیگره به لول معرفت شخص خدای رفتی، یعنی واقعا بینندگان از شبکه امام حسین علیه السلام که خب از موالیان عاشقان هستن، از پیامایی که برامون میفرستن هزاران پله ماشاءالله موالی تر از کسانی که ما اینجا، حتی از خودمون، ما که خودمون رو موالی انشالله که محب باشیم انشالله. ولی خدمتتون عرض کنم همین این گونه مباحث واقعا ارتباط داره کامل به لول و درجه معرفت شخص. و یعنی الان من داشتم مثلا نمیخواستم این بحث رو شروع کنم، میخواستم مستقیم بریم سر همون عنوان اصلیمون، اما همین که خواستم بیام یکی از دوستان شخصیت های علمی فلان همین بحث رو دوباره طرح کرد. گفتم ببینید بحث ما هیچ فایده نداره، شما عقیدت دو ماه پیش همین بود، الان هم همینه و معتقدم این بحث نتیجه نمیده. اما وجدان، بله نمیخوایم بحث بکنیم، بله. اما بحث اینه که وجدان یعنی آقا من الان اینجا به نظرم سرده، شما به نظرت گرمه، من 10 تا دلیل بیارم که اینجا سرده شما میپذیری؟ شما وجدان دیدین که اینجا گرمه، بله. لذا عرض میکنم این وجدان هست، شما آمار رو ببینید، مراجعه بکنید، لذا خیالمون از این جهت راحت باشه. مردم بهتر از ما، هم که شما فرمودید هزار پله بعضشون از ما، اونهایی که تصمیم گیرندن، اونهایی که کار دستشونه، همون دونه درشتایی که تو اون خواب اون مؤمن برای ما گفت، اونها باید حواسشون جمع باشه که تو این امتحان سخت خدای نکرده مردود نشن. این سکوت کردن تو بعضی از اتفاقات، این بی‌توجهی کردن، یعنی
چطور قبول میکنید؟ شما اگر امسال بنا بود سال ظهور امام زمان علیه السلام باشه، به شرطی که مردم در میدان بمانند، اشک بریزند، برای امام حسین سر و سینه بزنند، شما با این حرکت و با این همراهی او رو به تأخیر انداختید. اینه یه احتمال نمیدید؟ حجتی براش دارید که در مقابلش روز قیامت بگید خدایا بله این اتفاق افتاد، اما خب من شرعاً عقلاً این مسئله. یعنی بیان اون وجدانه رو پیدا کنیم، امکانش هست. تنها راهش هم همینه. دیدید خیلی ها میگن، میگه بیا تو فضا قرار بگیر نظرت عوض میشه. من نمیتونم قانعت بکنم از نظر دلیل و برهان، اما بیا با چشمت ببین. و واقعا هر کس اومد با چشمش دید، نمیگیم همشون 100%، اما بیش از 99.9%شون به این باور و این نتیجه رسیدن. خب بریم سر بحث شوق خدمت. الحمدلله امسال خیلی خیلی این شوق در بین خود دامن و کرای امام حسین تو عراق هست و بیشتر شده، بلکه زودتر هم شروع شد و خیلی بیشتر مسیرهایی که به سمت کربلا هست. حالا من کارم آمار دادن و صحبت از این جهات نیست، اما میخوام بگم این شوق اینجا هست و خیلی هم عالیه. الان امروز تقریبا 8 روز مونده تا 40 امام حسین علیه السلام. تقریبا فضای منطقه‌ای که ماها هستیم و رفت آمده هر شبمون هر روزمون هست، همون فضایی است که هر سال تا 4-5 روز قبل 40 ایجاد میشد. ما هر سال این ایام اون جمعیتی که داشتیم زواری بودن که از ایران عمدتاً میمدن. پارسال دیگه یاد گرفته بودن مردم از اول سفر برنامه‌ریزی میکردن، میمدن زیارت ها رو میرفتن، بعضی دهم سفر برمیگشتن. این جمعیتی که داشتیم اکثرا، اما امسال با اینکه زوار ایرانی نیستن، اما نگاه میکنید جمعیت همون جمعیت پارسال بلکه بیشتر هست. چی کار بکنیم؟ اگر خدای نکرده مقدار سردی امسال در خودمون ایجاد میکنیم، از این قافله عقب نیفتیم. اگر تو این مسیرید، اگر تو این راه هستید، خودتون بیاید، انقدر محرک و مشوق دارید که نیاز نیست کسی به شما بگه. ماشاءالله هیئت ها و موکب ها هم در خدمت رو باز گذاشتن. دوست دارید بیاید چای بریزید، دوست دارید بیاید غذا درست کنید، جارو بکنید. همین امروز یه موکبی رو میدیدم یه جایی اومده بودن، گفتیم آقا ما براتون جارو تمیز می‌کنیم. گفت نه ما خودمون جوونا هستن، میام همه کارا رو ما انجام میدیم. آقای رفعتی سبقت میگیرن از همدیگه برای نوکری، نمیگن بابا ما خستیم تازه از راه رسیدیم. بخوایم راجع به بحث خدمت صحبت بکنیم دیگه، قبلش این اگر یه توضیح مختصری بدید که اصلا خدمت در ذاتش خدمت چیز قشنگیه، یا اینکه نه وقتی خدمت آقای امام حسین علیه السلام میشه اینقدر شیرین میشه. الناس عبید الاحسان، روایت از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، مردم خدمت رو دوست دارن. خب. از هر کسی صادر بشه، بله، قیمتش به نیت شماست. کار قشنگیه. دیدید کلیپ هایی که از خدمت از غیر مسلمونا، اصلا اونایی که خدا رو قبول ندارن تو بعض میگه این کار قشنگیه. بله واقعا کار قشنگیه. خب. خدمت کردن، کمک به هم نوع کردن، گره باز، حتی به حیوانات. بله. قشنگه. درست. خدمت و حل کردن و باز کردن گره ها کار قشنگیه، ولی قیمتش فرق میکنه. یعنی به چی فرق میکنه؟ با امور زیاد، یکیش مخدومه. فکر کنم پارسال این بحث ما تقریبا مطرحش کردیم و اگر باشه میتونن عزیزان مراجعه بکنن. مخدوم کی هست؟ کسی که بهش خدمت میکنیم، چه اخلاصمون درجه، اینا رو دونه دونه مفصل صحبت کردیم که قیمت خدمت ما به اینها بالا میره. امام حسین علیه السلام که عزیز خداست و خدا روش حساب خاص باز کرده، و اینکه شما با چه درجه از اخلاص برای امام حسین برای خدا اون خدمت رو انجام میدید، قیمت رو فرق. لذا همینم که داره مثلا یه ملک محافظ شماست، 10 ملک 7 ملک 7000 ملک، این بستگی داره که شخصیت شما رئیس جمهوری، نخست وزیری، یه نماینده، یه آدم پولداری، چی امتیاز شماست. این مال اهل دنیا بس. اما اونجا هم همینطور، هر چه انسان با ارزشتر حمایه‌هاش بالاتر. فرقش میدونی چیه؟ آها. فرقش اینه وقتی حمایه‌ها ملائکه شدن، وقتی اسکورت شما ملائکه شدن، درجه معنویات سفرتون بالا میره. حس و حال خدمتت قشنگ‌تر میشه، تو دلبروتر. خیلی خودت لذت میبری. یعنی میگه چیزایی تو این سفر داره گیرم میاد که راستی اگه بعضی زوار اجازه داشتن حرف بزنن، میترسن از دست بدن، به خدا حرف نمیزنن. چی چیزایی تو این سفر گیرشون میاد از قشنگی. یعنی واقعا اونیشون که حرف زد دیگه نتونست، یا کم شد، از دستش رفت، یعنی جنبهشو نداشت. به اصطلاح نباید گفت هر آن کس را که اسرار حق آموختن، مر کردند و دهانش دوختن. ولی راستی حلوایی تن تنانی.
یه چیزهایی تو این سفر در جوار ملائکه و نور و آسمانی ها، اینهایی که مشغول تسبیح و تقدیس خدا، اونهایی که از لبشون ذکر خدا آنی نمیفته، اونهایی که هیچ لحظه چشم برهم زدنی نافرمانی خدا رو نکردن، اینا همراه و همدم آدم بشن، آدم چی میشه؟ خب اینا کارشون الهامه. لذا از بعضی زوار یه چیزایی میشنوید بابا این استاد اساتید حوزه بعد از سالیان سال غور و تفحص در احادیث این حرفای بختر میزنه. تو این حکمت از کجا یه بچه گیر آوردی که استادا باید بیان شاگردی این حرف و این کلمه ای تو رو بکنن؟ این مال اون الهامایی است که اون ملائکه همراه ظاهر به دل ظاهر میندازن، اگر خودشون ملک نباشن. عزیزان بیایم فکر بکنیم، بیایم تأمل بکنیم، اگر در بین جمعیت زواری چه کار از ما میاد، و اگر خدایی نکرده که اکثر مخاطبای برنامه ما اینا امسال محروم شدیم از زیارت امام حسین علیه السلام، تا الان خدا اگه بخواد یک شبه میتونه راه رو بر هر عاشقی باز بکنه. یادتون هست پنجم ششم محرم کربلا بین الحرمین انقدر دلسوز بود، گفته بودن نه موکبی بیاد بیرون و نه هیئتی و نه برنامه و نه زائری و شهر رو میبندیم و هر کسی وارد کربلا بشه ما چه میکنیم و چه میکنیم. یه دفعه ورق برگشت، اصلا همه چی عوض شد دیگه. حالا همه چی من تفسیر نکنم، خیلی اتفاقات قشنگی افتاد و دیدن نتیجه شد. نمیگم مریضی زیاد نشد، یه مقدار ممکنه بعضی جاهای سری ها، اما اصلا قابل مقایسه با این جمعیت نبود. و اون مریضی هم عمدتاً مربوط به این جمع و این حضور نبوده، و اگر هم بوده هنی اللهم خوش به حال دیگه بر نگردم. بیاین فکر بکنیم اگر محروم شدی به امسال از این زیارت چه کار میتونیم برای اربعین امام حسین علیه السلام بکنیم. هر جا هستیم فکر بکنیم، خود این فکر کردن ارزش داره، خود این تأمل کردن قیمت داره. نکنه این همونی بشیم که دیشب گفتیم بس که خاموش نشستم سخن از یادم رفت. نکنه از بس 7 ماه 8 ماه چقدر شد ای نشستیم و نه درسی و نه کاری و نه برنامه و یا خیلی کم یا خیلی محدود، حالا این کار و بازار اینا کم و بیش بود، نه حرمی و نه مسجدی و نه زیارتی و عجیبه به خدا. میگه خب حالا مثلا حرم ها رو که میری نگاه میکنی مقدار سهل مثلا بازه بعضی جاها، بعضی از حسینی ها، اون عدد نیست، اون حضور نیست. کجا شدید شما ولایا؟ کجا شدید شما عاشقا؟ شما دل سوخته ها؟ شما حالا اقل این میدونا رو سرد نشیم، مثل که یه آمپول به همه زده شده. یه واقعیتی که داریم تو بعضی جا حسش میکنیم. یکی میگفت که شاید این عقوبت اینه که ما راضی شدیم که حرم امام رضا علیه السلام بی‌زائر بمونه. یادتونه میگفتن اگر کربلا میخوای از امام رضا مطالبه بکنی، وقتی امام رضا خلوت شد خط میخوره. نمیگیم 100% اینه، عوامل زیادی میتونه داشته باشه، ولی اگه مردم دست دراز میکردن و هجوم میآوردن و عشق میریختن تأثیر داشت. اگه میگیم یک شبه، همین الان هم میشه اگر بخوایم، اگر حرکت کنیم. اگر شما خودتون به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر، به عنوان یک برادر بزرگتر، وقتی میخواد یه خدمتی به یکی از زیر مجموعه خودتون برسونید، میبینید قابلیت داره یا نداره. بنده خدا حرم دم دست تو رها کردی. خدای به حق امام حسین، خدای به حق دست‌های با ارزش حضرت عباس علیه السلام، بیش از این ما رو تو این امتحان قرار نده. ما اعتراف میکنیم ضعیفی، ما اعتراف میکنیم ممکنه خیلی سریع زمین بخوریم، ممکنه با شبهاتی با حرفهایی مردود بشیم تو امتحانها، از امتحانهای سخت آخرالزمان ما رو سربلند بیرون بیاد. خدای به حق سید و شهدا التماس میکنیم، به حق قدمهای زیبای زوار امام حسین، ما رو امسال و هر سال از این همه فضای معنوی محروم نکن. آقای رفعتی، این بحث ویروس کرونا حالا یه بحث شد و شما اشاره‌ای هم فرمودید، اجازه بدید دیگه قشنگ وارد موضوعش تقریبا یکی ما الان داریم میگیم این شوق امسال یه مقدارش به خاطر این مانع. حالا چی کار کنیم با این مانع اون شوق حفظ بشه، سردی ایجاد نشه؟ میخوام قبلش بیام یک مقدار در حقیقت از زبون بیننده‌های عزیز
کسی که بالاخره حالا شاید فکرشون تو این زمینه است که خب بابا جون بالاخره بیماریه، خدا که خودش داره میگه ولا تقعوا بایدیکم الا تهلکه، خودتون بالاخره خودتون رو توی هلاکت نندازید. یعنی من برم حرم آقای امام رضا حتی اگر مریض بشم، بیام حرم امام حسین حتی اگر مریض بشم، این رو چجور باید واقعا، حالا دلی فقط باید جوابش رو بدیم، وجدانی جوابش رو بدیم، روائیه باید جوابش رو بدیم، عقلی جوابش رو بدیم، این خب چجور؟ خیلی صحبت شده، جواب داده شده، بذارید ما همین اندازه کفایت بکنه. برای اهلش مشخص شد که این مسئله وجدانیه، با بحث و اینها هم معمولا نتیجه نداره. اون کسی که به این نتیجه رسیده که آقا من باید رعایت کنم، باید بیرون نیام، همین کارو میکنه. و جالب این آدم اکثرا تو فضاهای دیگه میرن، فقط از این فضاهای معنوی دوری میکنن. همونطوری که شکممون، بدنمون نیاز به غذا داره، روحمون هم نیاز داره. عملا داریم نگاه میکنیم بچه‌هامون، جوونامون، خودمون داریم روح مرده میشیم، دل مرده میشیم، افسردگی میگیریم، آمار خودکشی بالا میره، دعواهای خانوادگی خیلی داره زیاد میشه، سستی در نماز خیلی داره زیاد میشه. خب اینها هم جزء بیماری‌هایی است که باید بهش توجه بشه، نه فقط اینی که آمار فلان چقدر شد، آمار فلان چقدر شد. علی حال اگه معنویات بالا بره، خود به خود اون شیاطین، یعنی اونهایی که رو جسم ما اثر بد میذارن، ضعیف میشن. خاصیت دنیاست. بذارید یه مثال قشنگ بزنم برای شوق خدمت تو اوضاع خاص. معمولا از بهترین شیعه‌ها ما همیشه یاد میکنیم، از شیعیان شما یادتون هست آقای اوزوگانیان، از کدوم کشور خیلی یاد میکردیم قدیم که شیعهاش خیلی قرص و قایمن و تو تمام حالات ثابت کردن دست از عقیدشون بر نمیدارن، هر جای دنیا هم که رفتن خیلی سفت وایستادن. و امسال من آمار گرفتم، خب خیلی کشورها اقدام کردن، بلیت گرفتن، فقط ویزا بهشون داده نشد که بیان از اروپا، امریکا، جای دیگه. میدونید اکثرشون مال اینجا بودن، هند، پاکستان. اکثرا اینها بودن که اقدام کردن و شدید دارن لهله میزنن و میسوزن و دلشون میخواد که بیان و اصلا حساب نمیکنن که مریضی، حساب نمیکنن هزینه، حساب هر جوری بهشون راه بدن دوست دارن خودشون رو برسونن و از همه عاشق ترن. مجموعه رو عرض میکنم، ممکنه یه جایی کسی منطقه خیلی به او علیه حال نمیشه، ما مجموعه رو داریم عرض میکنیم. هند خصوصا و البته پاکستان هم همینطوره. اینها وقتی در زمانهایی به جهاتی ممنوع می شدن از زیارت یا به خاطر فقر اصلا امکان اومدن به کربلا براشون نبود، چیکار کردن؟ زریح درست کردن، امامباره درست کردن، مسجدها و حسینیه هاشون رو شبیه حرمها درست کردن، زریح درست کردن. ما پولشون نرسید، زریح کوچیک درست کردن، جاهای دیگه شهرک بزگونی میزنن، اونجا شهرک زیارتی میزنن، حرم آقا امیرالمومنین رو نمادش رو میزنن، میسازن حرم آقای امام حسین، خیمگاه. اتفاقا چند وقت پیش با یکی از عزیزان علمای هندوستان برنامه سرزمینش رو از طریق اسکایپ داشتیم و کاملا همین مطلبی که میفرمایید توضیح دادن. خب حالا ما رفتیم از نزدیک هم دیدیم خونه های کوچیکشون چطور. الان شما تو این استودیو حتما نشون دادن، رفقا میدونن اینجا علم هست، اینجا پرچم هست، اینجا منبر هست، اینجا تو خونه هاشون که میری یه اتاق گذاشتن حسینیه، یه گهواره گذاشته، بستگی داره به امکان. در یکی از دورترین مناطق امریکا یه حسینیه همین هندی ها دارن، یکی از دوستان اونجا مجلس داشت، میگفت رفتم دیدم گهواره ای که توی محل شهادت علی اصغر تو شارع صدره، گهواره ای که اونجا مدتی گذاشته بودن و مردم میمدن متبرک میشدن، رفتن با یه هزینه ای گرفتن، بسته‌بندی کردن، فرستادن، آوردن تو این حسینی گذاشتن، یه منطقه یه تعداد کمی هندی، که این همون گهواره ای است که مدت ها مردم بهش توسل کردن و حاجت خواستن و اینها. یعنی اینقدر براشون مهمه. گاهی اوقات با ارزش ترین چیزهاشون رو، یاقوت ها و الماس های کم نظیر و بی‌نظیر را فقط و فقط برای امام حسین میگذارن و پرچم هایی که میارن بیرون، گاهی اوقات با یک عالمه محافظ باید بیان که کسی اینها رو دست درازی نکنه، دزدی نکنه. و اینقدر اینها با ارزش این پرچم ها و علامت ها و چیزهایی که با خودشون بیرون میارن، یعنی اصلا زندگیشون گره خورده با امام حسین. نه فقط محرم و سفر، همیشه این برنامه ها رو دارن. یعنی هر وقت دلشون میگیره میرن تو اون اتاق میشینن، یا خودشون روزه میخونن یا روزه میگذارن. یه کسی میاد خونهشون که دیدی اکثرا ماشاءالله همشون هم روزه خونن، یه کسی که میاد وارد منزل میشه که اشعاری حفظه ازش میخوان، خجالت و بلد نیستم و خیلی جدیان تو قصه امام حسین. بعضی جاها رفتیم دیدیم تو بعضی از شهرها نخل، نخل که مال یزدی ها و اطراف یزد و اینا هست، حتی بزرگ نه کوچیک، نخل اونجا گذاشتن، خیمه درست میکنن. بله خیمه درست میکنن میذارن.
و من دیدم بارها و بارها که هندوها میان مقابل این خیمه، مقابل گهواره علی اصغر عرض ادب میکنن، و بنابراین نشاطمون رو نگذاریم از بین بره. همونطوری که اونا از این فضا بهترین استفاده رو تونستن بکنن، گفت گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم. فقط اینطور نیست که سخن بگیم، اربعینه، عشق اربعین یعنی مشایی، یعنی رفتن، یعنی نشون دادن. ما این رو ابراز میکنیم، ما این رو انجام میدیم. میدونستید فقط محرم و صفر نیست که اینا مسیر بیرون میان، مناسبت های شاد مثل غدیر، مثل نوح ربی، خیلی مناسبت هایی دیگه اینها همینطور میان بیرون تو خیابونا، شیرینی و فلان مناسبت های شاد دارن. و برای خاطر همینه که هر جای دنیا میرن فضای مسموم دنیا روشون اثر نمیگذاره. چرا آمار کسانی که ضعیف میشن عقیده در دیگران بیشتر نسبت به اینها؟ به خاطر اینی که این شوقشون رو همه جا حفظ کردن و دیدی تو سرمای شدید بعضی از کشورها لخت شدن دارن سینه میزنن، یعنی براش مهم نیست. خب آقا برو تو اتاق، برو تو خونه، برو تو حسینیه. نه، این باید به منصه ظهور برسه. اینا خیلی تاثیرگذاره در مسئله عقیده. آقای رفعتی، الان دوستان از اتاق فرمان تصاویری از مقر شبکه امام حسین اصلا که در مسیر مشایه نجف کربلا هست رو دارن نشون میدن به بینندگان عزیز. همینطوری که الان این تصاویر داره پخش میشه، حس و حال زائران مشخصه، حس و حال اونایی که دارن پیاده میرن میان، حس و حال موکبهایی که دارن خدمت میکنن با آقای امام حسین علیه السلام. من اجازه میخوام از شما یه سوالی رو بپرسم که متاسفانه قلب‌های مریض دائما عاشقان امام حسین رو، عاشقان اهل بیت رو، حتی همون هندی‌ها و پاکستانی‌هایی که با عشق یه نعره حیدری می‌زنن و یا علی رو پشت سرش فریاد می‌زنن، اینها رو به سخره می‌گیرن. فرق و مرز بین خرافات و اعتقاد چیه؟ اینو من دوست دارم بیان بکنید برای بیننده ها، که اگر یه دفعه کسی اومد گفتش که بیا اینها رو نیا کن بخواد چقدر خرافه پرستن، بچه مسلمان ها، بچه شیعه که الان نشستن پای تلویزیون دارن شبکه امام حسین برنامه سرزمین عشق رو میبینن، راحت جوابشون رو بدن، بگن نه آقا جو این خرافات نیست. باریکتر. سوال خوبیه. نمیدونم شما از این مقابل این آب میوه گیری رد شدید یا نه، اینه که آب میوه میفروشن. بعضیاشون آدم از دور که رد میشه میگه عجب سیبای قشنگی، عجب پرتقالای خوبی، چه موزای رنگ شده قشنگی. هی نزدیک میشه، نزدیک میشه، میبینه همش پلاستیکیه. فصل انار نی، انارای درشت قشنگی، از دور اصلا معلوم نیست، هر چه نزدیکتر میشی میفهمی پلاستیکیه، واقعی نیست، نه بو داره، نه عطر، نه خاصیت، نه چیز خوردنی. خرافه یعنی پوچ، خرافه یعنی اونی که محتوا نداره، خرافه یعنی اونی که دروغ راست نیست. یکم دقت کنی با چشم و با عقل میتونی بفهمی، اگر قابل لمس دیدنیه مثل این میوه ها میتونی بفهمی آقا این خونه راستیه یا خونه ایست که برای سینما، فیلم سینمایی درست کردن، بعد چهار تا پیچه باز میکنن دکوره. واقعا نیست این بابا، این دیوار چین نیست که، این نمیدونم فلان چیز اسپانیا نیست، از این حرفا شبیهش رو ساختن برای اینکه فیلم ها اجرا بکنن. این میشه یه چیز غیر واقع. تو مسائل عقیدتی هم همینطور، اونی که پشتش واقعیتیه اسمش خرافه نیست. ولی ظاهرش اینه هم میمونه ها. بله، اینه، این دوتا مثل همن، این دیوار و اون دیوار مثل همن، خود سعی که با دوربین بخوای نشونش بدی، نه بخوای به جلو چشم ببینی یا لمسش بکنی. لذا بیاید زیارت اربعین رو لمس کنید، میفهمید که واقعیت شد. بیا شعار امام حسین رو لمسش کنید میفهمید. یعنی هرچی بیشتر تو بحر شعائر برید. ولی اگه دور وایسی میگه بابا این همونه، چه فرقی که این برای چی داره این کارو انجام میده؟ اگه دلیل واقعا حساب شده داشته باشه این میشه اعتقاد، این میشه چیز مقدس. اگر نه دلیلش دلیل واهی باشه این میشه خرافه و ارزشمند. اونی که بحث دلیل نگفتم ها، که بحث استدلال و دلیل بیار، آیه بیار، حدیث بیار، یا اصلا من مسلمون نیستم یه دلیل عقلایی برام بیار، نه، من همون بحث وجدان هر شب دارم پیش میرم. میخوام بگم که خرافه اونیست که وقتی وجدانش میکنی، درکش میکنی، بهش میرسی، میبینی هیچی پشتش نیست، تبلیش تو خالی، فقط هارت و پورته، فقط تصویره، فقط نمایشه، فقط شکله، هیچ اثری درش نیست. اما زیارت اربعین طرف میاد میره، زندگیش از اون رو به اون رو میشه. یه مجلس امام حسین میره، دو قطره اشک میریزه، متحول میشه، یه آدم دیگه ای میشه. بابا دیگه چی میخوای بالاتر از این؟ از وقتی زیارت امام حسین اومده رفته، خدا میدونه همینجا چقدر جوون به من گفتن، خدا رو شاهد میگم و این دو صاحب این دو حرم شریف، از وقتی اومدم زیارت امام حسین و تصمیم گرفتم نماز بخونم، همین چند شب پیش بود یه جوونی خیلی شیک و فلان گفت حاج آقا دیگه نمازمو ترک نکردم.
دارم مرتب نماز میخونم. چی میخوای دیگه؟ واقعیت یعنی چی؟ یعنی همین عشق، یعنی همین سیاه پوشیدن، یعنی همین تو همین فضا قرار گرفتن، یعنی بین جمعیت، یعنی با پای پرهنه راه رفتن، یعنی عوض میشه آدم، متحول میشه، امانتدار میشه، راستگو میشه، به پدر مادر احترام میگذاره، دلسوز مجتمعش میشه، دغدغه مردم دغدغش میشه، ایثارگر میشه، جهادگر میشه، هر چی خوبیه در وجودش ایجاد میشه. وقتی اومد و تو این معنویات شریک شد، یه وقتی میگفتن آقا مثلا این جوان اومده تو عزا، حالا زیارتو نمیگم و مشایه و اربعین، دیدید با چه شوقی زنجیر میزنن، با چه شوقی سینه میزنن، طبل میزنن، مسخره میکنه، آقا میپره بالا میپره پایین، طبل میزنه، سینه میزنه، این چیه این؟ بنده خدا عجله نکن، متاسفانه تو باطلا این حرفو نمیزنن، تو اون میوه خوشگله پلاستیکی این حرفا رو نمیزنن، تو این واقعیته. همونی که شما اینجوری نگاش میکنی، یک لحظه آخر مجلس چراغا کاملا خاموش میشه، یک لحظه همون جوان وقتی بدنش داغه و عرق کرده و حالا بگو بالا پایین پریده نگاش کنن، تبله رو زده که چهار تا خانم کنار وایستادن، یا اون کسی که عشقش و معشوقش نگاه کنه، یا عکس بگیره، اکثر باور کنید اگه امام حسین میخواد دست بگیره، که میخواد بگیره و هزاران و میلیون ها آدم رو همینجوری امام حسین هدایت کرده، یه لحظه دیدم و میگم ها، کار ما همین تو مجالس دیگه، چراغا که روشن میکنن اثر عشق تو صورتش میبینیم، تموم شد. مرحوم آقای خونساری تو اون قصه معروفی که پخش شد و همه ازا میدونن، وقتی گفتن برادر ما مشکل داره، فرمود برید زیارت امام حسین، اگر رسید به زره امام حسین اشکش جاری شد، امیدوار باشید که این هدایت میشه. ما 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و بحث خدمت حقیقتا بحث شیرینه، بالاخص اگر تو راه آقای امام حسین علیه السلام باشن. من خیلی لذت میبرم مطالبی که برام میفرمایید آقای رفعتی، که ما دیدیم و الان بیننده ها هم میخوان ببینن اینا رو چیکار بکنن. اکثر اینا که اشکال میکنن اونایی که دور گود نشستن، نمیان وسط گود، نمیدونم ان شاءالله که همشون مریض نیستن، راستی بعضیشون سوال دارن. خب بعضی ضربه خورن، اگر سواله جوابش اینه، بهترین جوابش اینه، بیا احساسش کن، بیا تو این فضا قرار بگیر. حاج آقا امسال که دیگه نمیشه، مجلس نزدیکتون هست که مجلس رو شرکت کن، اثر گریه و سینه زن. اگر اونم نیست خودت تأسیس کن، یه دونه سینی بگذار، اصلا یه آش بپز به نام ام البنین، یه شعله زرد درست کن به نام امام حسن مجتبی، ببین متحول میشی یا نمیشی. آقا اهل خوردنی دیگه، دارم خوردنی مثال برات میزنم، یه چلو کبابی درست کن، به 5 تا خونه ببر به نام امام حسین بده، به نام امام، نگو خدمت به فقرا و رسیدن به فقرا بده، اما اسم امام حسین بذار روش، ببین چقدر اثرش فرق میکنه. احساسش کنید، بری درکش کنید، لمسش کنید. چند سال من بالا شهر تهران مجلس داشتم، میدیدم خانوما حتی وایستادن پذیرایی میکنن، اصلا اون فضای تحریک و اینها نیست، همونی که وای میسته، همونی که آقا اینا اومدن مثلا فلان کنن، این خیلی بی‌انصافیه، خیلی نادرستیه و ظلمه که آدم همه رو تحویل کنه و تبدیل کنه به یک چیزی که فکر میکنه و فکر خراب خودش. نه واقعا آدم نگاه میکنه اینا عوض شدن، نوار گذاشته، داره مدحه میخونه، داره آب توزیع میکنه، اما داد میزنه، این چهره چشمه پر اشکه. خب یه دقیقه دو دقیقه هم خلوت میشه، ماشینی نیست رد بشه، خودش تو حال هوای خودش، 2 ساعت رو پام وایستادم، برای کی وایستادم؟ امام حسین به ذهنش میندازه تو برای من وایستادی، یه خدای دستمو بگیر، اصلا نمیخواد بگی یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله، تو برای امام حسین کار کردی؟ ما برات جبران میکنیم، گره ها از زندگیمون باز میکنه، او بلده چی کار کنه، او کارشو خوب بلده. بیایم تو فضا قرار بگیریم، اگر امسال از خیلی چیزا محروم شدیم ایجادش بکنیم، هر چی از دستت برمیاد، آقا کسی که شما رو نمیزنه که، تو خونت قضا به پز ببر، توضیح کن همون جایی که دوست داری و همون خانواده‌ای که فکر میکنی خیلی مستحقن برسون، در خونه ها چراغ آویزون کن، پرچم ها که پاک شده برداشته شده بگذارید، مغازه ها رو به احترام امام حسین در بعضی ساعات بعضی ایام میدونیم مشکلات هست، اما امام حسین باید مشکلات حل کنه دیگه، از بشر که ناامید شدیم، حالا که امام حسین قرار حل کنه برای امام حسین احترام بگذاریم. قدیم تو بازارا پر مجلس بود، نمیتونیم اون مجلس مفصل هر سال رو بگیریم، میتونیم که یه میز بگذاریم، 4 تا آب معدنی بذاریم توش، یه 4 تا بسته بندی بگذاریم، کیکی چه میدونم به نام امام حسین، نوار که میتونی تو مغازت روشن کنی، هر کسی رد میشه.
یاد این بیت شعر افتادم با اجازه شاعرش، این که میگه صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، بگیم صد بار به غیر آقای محسن اعتماد کردی و دیدی ثمرش را. اعتماد به آقای محسن اهل بیت چه بدی داشت که یک بار نکرد؟ ان شاءالله کردن و بیشتر انجام میدن. یعنی واقعا حالا من قسم رو همون مطلبی که شما فرمودید، الان واقعا دیگه کار از بشر گذشته، وضعیت اقتصادی و وضعیت دنیا کلا به هم ریخته شده. واقعا تو این شرایط غیر از خدای عزوجل و اهل بیت کی میخواد کارو درست بکنه؟ شما در مغازه، در منزل یه گهواره علی اصغر، اصلا گهواره تو خونه دارید ندارید درست کنید؟ درست کنید، یه گهواره بذارید فقط. اگر مزاحمتی کسی هم ناراحت نمیشه، یا با صدای پایین یه نوار روزه هم بذارید بغلش. خیلی قشنگ. ببینید چیکار میکنه. یه دوربین هم بذارید بالاش نگاه کنید. ماشینایی که رد میشن، زن و مردی که اشکشون جاری میشه، آدمایی که پیاده میشن عکس میگیرن. خیلی کار خداست. نمکی در نام امام حسین و هر چی مربوط به حضرت گذاشته، فقط باید درکش کنیم، در فضاش قرار بگیریم. مردم استقبال میکنن. بسیار عالی. ما تقریبا یه دقیقه دو دقیقه دیگه دکتر برنامه فرصت داریم و تو همین دو دقیقه اگر بازم مطلبی هست بفهم، اگر نه که من عرض بکنم. زنده باشید. ما تقریبا 8 شب تا 40 امام حسین علیه السلام مجال داریم. باورمون اینه که میشه تغییر داد خیلی از قوانین را، خیلی ها را، چون گرداننده هستی خداست، گرداننده زیارت 40 بلا واسطه خداست. قدرت خدا و عظمت خدا رو تو زیارت اربعین، تو این برنامه ریزی عجیب میبینیم. واقعا گرداننده این همه جمعیت بشر نیست، خداست با دستگاهش و ملائکش و اولیا و انبیاش ادارش میکنن که نه کسی گرسنه بمونه، نه کسی تشنه بمونه، نه کسی. این همه برکت، این همه آثار، پیداست گردانندش آسمونیه. حالا که گردانندش خدا خداست، حالا دیگه من اونایی که سال قبل گفتم نگم از عجایب، بیام از خود خدا بخوایم، بگیم خدای ما داریم حرکت میکنیم. همین امشب تصمیم بگیرید، همین الان وسایلش رو جور کنید، سیاهی بزنید جلو. یکی از رفقا هست یه مرکز این کافینت به اصطلاح داره، خیمه گذاشته، گهواره گذاشته، نوار گذاشته، چراغ قرمز روشن کرده. هر کسی میاد خب نیم ساعت 20 دقیقه کارش طول میکشه، تمام مقتل ها رو تصویر کرده گذاشته اونجا، میان میخونن مردم. 4 تا کتاب تو مغازه سلمونی هست. یه کاری فکر کنیم چه از ما میاد وقت ببینید خدا هم براتون کار میکنه، راه باز میکنه. انشالله. خیلی ممنون و متشکر. بحث حقیقا تو این زمینه بسیار زیاد و مفصله. بحثم که دلی میشه دیگه آدم دلش نمیاد برنامه رو تموم بکنه، ولی که متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. انشالله ادامه همین بحث و فرشان در خدمتتون خواهیم بود. و بینندگان عزیز و ارجمند، شما خیلی خیلی لطف دارید به برنامه سرزمین عشق، پیام های زیباتون به دست ما میرسه. من دوست دارم مجددا تکرار بکنم، نظرات و پیشنهادات و انتقادات و حتما سوالات خاص راجع به زیارت اربعین و خدمت رو برای ما بفرستید و انشاءالله تو برنامه بحث میشه و جوابش رو خواهید شنید. هر کجا هستید پیروز و سربلند باشید. تا برنامه بعد التماس دعا و لبیک یا حسین. تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان،